سلام علیکم. مشرفم. سلام اربا. یا سلام. خوش آمدی اربا. ببرش ببرش. هیچ اربا. بیارش. ایال فرموندار میام داره. ایال فرموندار. بریم. 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 بیا عزیزم. مرسی شریف. سلام. سلام. چه خبر شده؟ به ما آمدی خواهر. تماشا کن. باشی افر. آقای سمسامی. آقای سمسامی. سب کن برید. سب کن. سب کن. نکنید. شگون داره جناب فرماندار؟ بله، ولی اینجا صلاح نیست. خواهش میکنم اینجا نه. خیلی خوب، خیلی خوب. ببرید پشت ما را. چشم بر. ببر. ببر. کریم بیارش. بودو بودو بودو. بودو. من خدمت میرسم. خواهش میکنم. وای میبینی فروخ خانم جون؟ آدم از چشای خودش هم خجالت میکشه. به نظرم خانم فرنگیه. حضور یک هموطن در اینجا چقدر لذت بخشه. به ویژه با این همه شکوه و جلال. تو هدیه مسیح هستی برای من دخترم. مرسی مون پر. شما هم برای من همینطور هستید. Vous savez votre présence ici est très rassurante pour moi. خب، بنده در خدمتم. عزیزم، آقای سمسامی از ملاکین محترم شهر است. خوش وقتم. مسیو؟ می‌بینه؟ ببین چه معرکه‌ای را انداخته. خیلی خوش وقتم. تو یاد بگی، نفع. این سمسامی بی غیرت. مادام از بیل خود دار باش. بریم عزیزم. بفرم. بفرم. خب عزیزم بزرگان شهر، جناب آقای ماشالله خان خلج از ملاکین بزرگ. بسیو. ای وای ماشالله خانم، اگه فخری سعادت بفهمه. با خدا نکنه بفهمه بلوا میکنه. جناب داوود خان از ملاکین محترم. ارادت فند آمدم. ماشاءالله. جناب سرکار کرمانی ریاست امنیه. خوشحالم. آشاته. جناب آقای سلامت فرماندار سابق و معاون من. خوش آمدید خانم. بونجور. جناب آقای معید رئیس اداره معارف شهر. آشانتی میگم. فرخ مسیو با فرانسه. همان از این مردای بی اراده. باعث شرمندگیه برابر خودم. شما قصد دارید بمونید؟ این زن مسلمان نیست، ما که هستیم. شما تأمل بفرمایید. سلام. سلام آقا. سلام آقای تدعی. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزم آقایون از معتمدین و محترمین بازار هست. نه شما دست نمیدین؟ در مذهب ما آقایون به خانم ما دست نمیدین. به هر حال خیلی خوش آمدید. سایالی مستدام. با اجازه. روزتون بخیر. مرحمت عالی زیاد. اینا اینطوری هم دیگه چه میشه کرد؟ بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. بیا عزیزم. مطمئنم خوشت میاد. آقایون بفرمایید. یه چایی در خدمتتون باشی. بفرمایید. 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 آقای سلامت جونم، یه محبت کنید لوازم رو از گروهن بیارید پایین. فقط مواظب باشین وسایل همسرم. خیالت راحت باشه بچه‌ها، خودی ان آقا. بسیار خوب. فاروق شقی نوبلی با لو پیانو سی دوپل. پیانو رو مواظب باشید. حتما حتما. مرسی. بریم از پیانو. آه خسته نباشید. اومدی رو جوهر. جوهر اینو بیار بالا دنبال من. برو بالا. حواست به پیانو باشه جوهر. بیا بالا. حاده من. آی نشفه کجون داری؟ آگی که فکر کنم توش خورمالویه. زبون تو گاز بگیر دیوونه. آی گنگوش بی جلو بیا 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 با این گره راهنه بیا اوتول نمیدینه اوتو بیا بلا جوهر بیا کمک. جوهر خواستن جوهر کجون داره؟ تو داره دادا. آی جونش داره. جوهر همه چیز فرارسویه.
بونجور. بله سلامت. وسیله شمق کوشه. وای چقدر رویاییه. Mais quelle contradiction, n'est-ce pas? حمام و توالت. وای کارت عالیه. من بهت افتخار میکنم. یه سورپرایز دیگه هم برات دارم عزیزم. اتاق کار مادام بلانش. واو فرخ. مرسی مون شری، مِس مانیفیک. خب عزیزم من باید برم پایین برای تشکر از آقایون. باربرا بارا رو میارن تا هم هر جا دلت میخواد بگو بزنم. زود برمیگردم. سامارش. الوغ اول پذیرایی. علی. خودی کار دارم آقا. نخورده ایم داکتری میگم که ترس و برشتی به کل من خودت بری سر برو زور به من میرو خدا این جانه دار آرا نخورید به در دیوار بسم آلا کچی که مونه اینجا بزنی Mettez-le contre le mur. Là, c'est que du bol. Voilà. Très bien. Venez, Maria, ça se voit. Venez. Les jambes. Quand tu as des millions, parle en air. برا اساس داده بیم هسته ام داد کنیم بل نفسم داد زیانه ده مرسی مرسی خسته شدی عادت داریم دست شما درد نکنه اسمت چیه؟ نوکرتون کریم نوکرتون کریم؟ نه همون کریم آه کریم بله انشانته من بلانش هستم بفهم دست شما درد نکنه دست نمیدی؟ دست بده امید خراب نیشه داد کریم ببخش دست خانمو که اینطور فشار نمیدن ببخش ما دستمون زمخته بیام بیام با این جوهره دست دادیم اینم سه تا انگوش نداره اینه نو میگم ما مدام مدام یعنی خانم بله این جبه چیه توش اینقدر سنگینه این جبه نیست این پیانوه پیانو؟ پیانو آه پیانو اینو بگیر بله اینا چیه این تو کریم باید کوکش کنم یه باش مواظب باش دادا من همینجا نیم دست داد نکنه باش شفه بذارم اینجا جاهه تو اینجا چه میکنی؟ خسته ام به شفه جونت به سرشه بیا کمه بله جوانه. تمام مادم. کریم این صندلی رو بیار بالا. چهارپایه درازه. مرسی بذار اینجا. بفرما مادم. مرسی بکن. بشین. حالا گوش کن. چی رنگی میزنه. آدم هضم میکنه. چه قشنگ
کریم. براو خوب بود؟ ها؟ خوشت اومد؟ بله مادام، خیلی خوب بود، مرسی. دیگه داشت خوابم میبود. مثل همیشه فوق‌العاده بود عزیزم. خانم شما اولین کسی هستین که تو این شب پیانو زدی. صدای اون موسیقی برای ابد توی فضای این منطقه باقی میمونه. این ملودی عشق به کار بود عزیزم. الحق که لذت بردم. آقا عجب خانم هنرمندی دارید. البته خانم من هنرهای دیگه هم دارن که به مرور زمان متوجه میشین. حتما همینطوره. فقط تصور بفرمایید در آینده این نزدیک بچه‌های شما پیانو بزنن. یا اینکه توی شهر یک سالن تئاتر داشته باشیم با یک پیانوی قزیتر. خب آقایون بفرمایید. کار زیاده. بفرمایید. 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 کریم. بله آلبو. شما داشته داشته باشید. جانم آلبو. ما در خدمت. آی. آخه الان تو چه به پیانو گوش کردن؟ چرا موزه می‌خوای ایشی؟ برو تو گم کن. چشم آلبو. آرتته مسیو سامسومی. کریم تو اینجا بمون. برای جمع‌آوری به احتیاج دارم. ها؟ اگه آلبو اجازه بدن چشم در خدمت. خب کریم. چون خانم می‌فرمایند اینجا باشگاه رو انجام بده فوراً برگرد قلعه. چشم آلبو. مخلصیم آلبو. رو مرد به دست سوخته. بفهم. خواهش میکنم آقای احسان، بنده امروز از رفتار شما پاک حیرت کردم. آقا چطور مگه؟ اگه قصوری از بنده سر زده عذر. آقا شما عالی ترین و قدرتمندترین مقام حکومت در این شهر هستید، لذا شما باید نمونه اخلاق و رفتار باب روز باشید. این دقیقا همون چیزیه که اعلی حضرت و دولت انتظار دارن. ببخشید من هنوز منظور شما رو ملتفت نشدم. آقا من تصور نمی کردم که شما در مواجهه و معرفی به همسرم اینطور عقب نشینی بفرمایین و دست ندین. درست آقای مایید؟ همینجوری. آقای فرماندار، من قاضی عدلیم. در مملکت شیعه رفتارم باید نمونه رفتار یک مسلمان بالفعل و مقید باشه. آقا شما اصلا متوجه منظور بنده نشدید. بله آقا. بله، ما مسئولین شهر باید آداب معاشرت تمدن جدید رو به مردم یاد بدیم آقا. دقیقا. چطوری بگم؟ شما به قوانین و ضوابط عدلیه اشراف ندارید. در قوانین این مملکت قاضی حق شرکت در محافل خصوصی و هر جا که اباحه‌گری به چشم می‌خوره نداره. مردم مذهبی و متعصب اخلاقیات اگه از من کمترین خلاف شرعی مشاهده کنند دیگه برای قضاوت دعاویشون به من مراجعه نمی‌کنن. یقین داشته باشید که وزیر عدلیه هم عمل منو تایید می‌کنه. می‌تونید تحقیق کنید. خب امری نیست، با اجازه. خدافظ. نه، با این آدم زهد فروش آقا نمیشه کار کرد. خوبه خانم. کریم بذارش اونجا. چشم. یو خوبه مادام؟ c'est parfait. فکریم چه حکمتی که شما اینقدر تسامح می‌فرمایید. حکایت عرض بنده چیز دیگه‌ایه. میرزا جان، عزبیه الله نفس عمل رو قبیح می‌دونم. ملتفتم من. آقا عیال ایشون فرنگیه، تو فرهنگ اینا این چیزا عیب نیست. چطور عیب نیست؟ و همون خدا قسم دین عیسی مسیح علیه السلام رو تحریف کردن. خب گیرم که این مطلب شما درست باشه. قرنها پیش تحریف کردن. اروپایی ها مسیح رو به همین شکلی که بهشون گفتن قبول دادن. بنده و جنابالی امثال ما نباید در چنین مجالسی حاضر بشی. خب حاضر نمیشی. ولی اگر احضارمون بکنن چی؟ خب با تقید به اصولمون حاضر میشی. سعی میکنیم اونجا مؤثر باشی. بله، اشکال از فرمانداری که از بنده گله میکنن که چرا با عیالشون مصافحه نکرده. تخم غیرتت مرد، معلوم نیست اینا از چه تخم و ترکه ای هستن. ما باید آقای فرماندار رو نصیحت بکنیم. اون جوونه، سالها تو خارج از کشور زندگی کرده و مرعوب فرهنگ عیالش شده. الان معلوم میشه که چرا امیر کبیر معتقد بود که ما از خارج باید استاد و معلم بیاریم که جوونهای ما مرعوب فرهنگ اونها نشن و این وضع پیش نیاد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. یا الله ببخشید من این چند لحظه خدمت رو میرسم.
سهمیه یه آردتم از آستری آقا بگیر. حاج آقا الهی جدم عوضتون بده. خیر پیش. یک ده دنیا هزار در آخرت آقا. کریم چی کار میکنی؟ نیفتی؟ حواسم هست. نه اتنسیون، سه پیت دانجره. مرسی. های سبزامی، سبزام خواه. مرد که پدر سوخته. آخرشه میترسه با این اطفاراشی مادامو ناراحت بکنه. های سبزامی. بله آقا، بله. آقا بنده شرمنده. آقا چایی تازدم آماده است و بخواه فرمید. حواست نمیداره برای من چند خواه. آقا خواه این مدرس پاشتر میشه از بابا بفرمید. مرسی کریم. فقط دنبال من بیا. چشم. فاطمه جان گربه زل خیره ای فروخ خانم جون قربونه دیتی که استخون بده بهش بره گم شه بس که ماو ماو کر اصلا نفهمیدن تشهد نمازمو چی گفتم کمک نمیخوای زنه داشت نه قربونه دستت آفاق هست بیا حیوان آفاق جون دخترم گلم بشی اول نمازتو بخون قربونه دخترم بشم مادر جون من اول نمازم خوندم الهی درد و بلات به جونم مادر باریکلا ایوا خدا نکنه رضا این کاغذ پاره چی اینطور محفه شدی چش ازش بر نمیداری احترام سفره واجب ننه چشم اطاعت میبینی آقایی میبینی چه روزگاری داری اینم از پسرم مثلا جای باباش بزرگ بازاره به به چه عطری چی شد په؟ فروخانم کو دست درد نکن باش این فروخان من ماشالله کوتا نمیان وای مادر ببخشی تو رو خدا خانم بزرگ جان فکرم هزار جا مشغوله بفرماین آقا خب ننه معلومه ملا باجی شدن برات حواس نمیذاره که نه آقا بی بی خانم حکایت این حرفا نیست والا چی بگم؟ آخه امروز تو میدونه نو چیزی دیدیم که مسلمون نشنوه کافر نبینه مادر جون به دخترتونم بفرمایید که سفره حرمت داره جای این حرفا توش آمیرزا اجازه بدین دختر داشت نقل میکرد بگو ننه چی دیدی؟ چه خبر بود؟ چه خوب باز بسته میشه پرده اینو میگه چای چردی سده بوگو چرا داره بردی؟ جونت دارم سلام چه سلام میکنی؟ کریم خیلی خسته شدی بشین چای بخوری بخانم چش کفشاتو چرا در میاری ما عادت نداریم با کفش بریم رو فرش بفرمایید یا الله سلام علیکم بفرمایید بذار روی میز به به عجب چایی مصطفی مرسی مادام بفهم مرسی جوه کریم من اینجا به یک مستخدم احتیاج دارم تو کسی رو میشناسی؟ مستخدم چی هست؟ کسی که اینجا کار بکنه تمیز کنه اینجا بزرگه به من کمک کنه یعنی کلفت منظور خانم اینه که یعنی کلفت میخوام آه کلفت دارم خوبشم دارم پس همین فردا بیار من ببینمش میخوام مثل خودت زرنگ باشه ها چشم آدم فردا میارمش کریم اینقدر با صدا چای تو نخور نخورم چشم خانم میگن یعنی هورس نکش
مادام من از شما معذرت میخوام. الان که هیچی ندار تو سر اینجا نشستی مخلصی مربا پاک آبروی من از روی مادام بلانش بردی. بلاشو جمع کن بزن به چاک زود. نه آقای سمسامی اخیته، من بهش گفتم بشینه، آخه از صبح تا حالا خیلی خسته شده بود. شما لطف دارید خانم. خب در دیزی بازه، اما حیای گربه کجاست؟ والا عربا ما گفتیم بیاد افرازم. شش مرد که قرشمال را بیافت. از شما خواهش میکنم تنبیهش نکنید. باشه؟ مرسی مادم، با اینجا زربا فردی به قرشمال. تو اینجا سکراتی میکنی؟ بیرون 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 بیرون. میگم مادم، شما یه وقت امری فرمایش داری به خود بنده بفرمایید، بنده آدم میارم براتون. سه دکا مسیو سمسامی. بله بله بله. الهی که جز جگر بزنه زنه که یه افریته بی حیا، والا به خدا آتیش جهنم هم براش کمه. نمیخواد نفرین کنه، خدا خودش جزای اینا رو میده. من حرصم از پسرم در اومده که خلاف شر در ملاء عام و تحمل میکنه و جیگشم در نمیاد. اکن خودت هم همشین بدت نمیاد. مادر جان شما مسلمونید، چرا بیخبر از همه جا به اولاد خودتونم تهمت میزنید؟ عیال فرماندار فرنگیه، خارجیه، مسیحیه. هر کی میخواد باشه آتیش به جون گرفته. اینجا مملکت اسلامه، خلاف شرع اونم در انظار مردم. چیه خارجیه؟ مادر جون شما چرا این حرفو میزنید؟ بنده عزبی الله خان و قاضی شرع که آدم مؤمنی هم هست، هیچ کدوم به اون خانم نگاه نکردیم. البته این قضیه مهمه و درست هم میشه. اون خانوم از فرهنگ ما و اعتقادات ما بیخبره. ما یه زن مثل عالیه که خلوچله و بدزبونه نمیتونیم تحمل کنیم. حالا اون غربتی خواهر، با این وجود همه توف و لعنش میکنن. چیه؟ چادرش پس میره و با نامحرم حرف میزنه. مادر جون عالیه که دیگه عذرش موجهه. شماها دیواری کوتاه‌تر از دیوار عالیه پیدا نکردی؟ آخه اون بدبختم غیبت کردن داره. اگه عرازل و باش شهر بذارن تفلک ذاتش سالمه. ده همین دیگه، وقتی مردم عالیه رو نمیتونن تحمل کنن، چطور یه لکاته غریبه میخواد تو شهر سر برهنه جولون بده؟ با مصیبت ها میشه. آقا جونم که گفتن اون خانم مسلمون نیست، حتما تا حالا فهمیده که کار بدی کرده. بله بالاخره شوهرش ایرانیه، فرهنگ ما رو بهش میفهمونه دیگه. یک کلمم از مادر عروس بشنفین، باز رفت پیش باباش نشست. ماشاءالله به دخترم که هم مسائل رو خوب میفهمه، هم قبل از اینکه مادر بزرگش بهش تذکر بده نمازش رو اول وقت میخونه. عالیه خیلی بی وفایی دختر. سلام میس شارخ، چطوری؟ چی شو؟ چی شو؟ فکرات کردی؟ انقدر فکر کردم که نگو. خب چی شد اون وضعیت خودمون؟ اون نشد، نشد، خیلی فکر کردم. حالا بس به میرزا رضا بگم، ازش بپرسم ها علی. به میرزا رضا چه ربطی داره دختر؟ مگر دیوانه ای؟ خیلی خوب باشه باشه، حالا بس فکر کنم به خبر. آره و نه یا ها. خیلی خوب، حالا برو دیگه، برو 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 دیگه چستش داره فکر. سلام عالیه خانوم، خسته نباشی. مونده نباشی. میگم حاضر کمکت کنم کوزه تو واسط بیاره. ای کوزه خالی که سنگین نیه، زرنگی، بل پرشه بابا. بچه کاری سب کنید، بل حسابی بره پایین، بعد که من برتم کمکش کنم شروع کنید. باشه ها ها باشه، برو برو. خیلی خوب، حالا من میرم پایین، هر وقت برگشتم بالا شما شروع کنید. باشه خیلی خوب، برو برو. من رفتم. این چی میکنید؟ دیوونه یا؟ بچه که الان بیام بلا میخندیم. آره
هادمن سنگینه. چی ها؟ تونین تونین بیاری. آمان که الله دست در نکنه. هیش الله. بچه شروع کنیم. آه یک دو سه. میاو میو میو پیشتو میو میو پیشتو میو پیشتو درد می درمون هنمان یه ساته ولشون کن حالیه مردم آزاره چکار میزنه پیشتو میگه این کیه اینجور را میره میو میو پیشتو میگه آه یتیما بوری ننامون خندیدی نرمون دارتون ببینم گوزه آبو میبوره میو میو پیشتو لا میباره میو میو پیشتاریه با ناز و اطفال میباره بیده با اونایی ها کفی تون دوزه ها نمیدم حالا من گوش از جمه چشم فرخ لغا شمایی نارنج دست شایی شوره یه خوب میخوایی شوره یه خوب میخوایی شوره یه خوب میخوایی میو میو پیشتاریه ساعت دفت گفتم محلشون نر به خرجت نرفت که نرو وقت وقتی بریم کارت دارم کجا میری الان آقا آبی برم واسه زبی الله هرچی میکشی ها حق بته کوزه آبم بیا یه تیم شده داختون به جیگر نناتون ببونه الهی بیا اینم کوزه او حادمه آقا دیگه اینقل آب گونه نگی میگم آه حالیه یه شماره خوب میخواد خوبت برد برای ایمو برده داشتم فکر میکردم که تو باید شئون طبقاتی مردم اینجا رو رعایت کنی میبینسیو این پسره کریم اصلا در شأن تو نیست جدی؟ من از این سمسوم اصلا خوشم نیومده. تیان اکروش لایسی فرخ توجه من به کریم عمدیه سی اکسپره آخه چرا؟ پرکوه؟ ای بیان پرسو که اینجوری حس حسادت سمسوم تحریک میشه حسادتش؟ منظورت چیه؟ ببین عزیزم اختلاف طبقاتی تو فرانسه هم هست غیر اینه؟ ها؟ درسته tu as raison اما بذار یه چیزی بهت بگم اختلاف طبقاتی در فرانسه به این شکل در ایرانه نیست در اونجا یک اشرافزاده یا بورژوا زندگی نوکر خودش رو تأمین میکنه سی تو ببین فرخ تو میخوای زندگی مردم شهر رو تغییر بدی ها؟ بله پس اول باید روابط اونها رو تغییر بدی توجه به کریم اونو به سمت ما جذب میکنه نوبلی پا بعد نمیگی قدسی خانم جانه اومدم سلام بیا یا علی آی دستت درد سب کن اولی کوزه رو بله میدون دستت درد نکنه بیا علیه جان بیا برو بشین نهارتو بخور اون گردو باد من مغز کن الهی خیر از جوانیت ببینی ها چش آخ یا علی ای خدا کی میشه این وز خلاص شد دستوخت قدس خانمم بد نیام آسد اکبر یالا آه احمد علی آسد اکبر خدا رو شکر دیدم اینقدر اومدی تو دست پا تا گرفتن مهم نی فدای سرت فقط جلدی برو آمیرزا رو خبر کن منو بردن اجباری نگران نباش من خبرشون میکنم یالا یالا ای آروم تر آقا فراموش نکنی یا خبر بده خبرشون میکنم تا گوشت منو حاضر کنی من برگشتم چشم دادم
آفا چرا کتاب میخونی؟ بیا بابا دیگه غذا سرد شد. یا الله بفرمایید بفرمایید. محمد علی هم بفرمایید. آقا محمد علی. امیرزا اما امیرزا آقا محمد علی بفرمایید تو. یا الله سلام علیکم امیرزا. سلام بابا جون چی شده؟ سلام زنم. سلام علیکم. بگو بابا جونم چی شده؟ امنی ها سید اکبر رو گرفتن. سید اکبر رو؟ آه سید اکبر چی شده؟ چه بلایی سرش اومده؟ آروم باش عزیزم. بیقراره نکنیم ببینم چی شده. کجا بردنش؟ بردنش امنیه خونه. گفتش به شما خبر بده. چه بلایی سرش اومده؟ خواهر من تحمل داشته باش. خیلی خوب تو برو پیشش. تو من بیا رو چشم هم بریزم. چه خاکی به سرمون شده؟ خدا نکنه خانم بزرگ جون. این چه حرفیه؟ مادر اکبر بردنم دشمالی. مادر بردنم دشمالی. غلط کردم. آروم باش ببینم. رضا برو دنبالش ورش دار بیار خونه. بلند شو زن که اینقدر کم طاقت نمیشه. آقا داداش دیدین آخر گرمه بودنش؟ دیدین بیشاره شدم مادر؟ این چه حرفیه میزنی؟ برو خدا رو شکر کن که تنش سالمه. دست در نکن بابا جون. بعدم چه میشه کرد؟ همه یه جوونا رو میبرن اجباری. میبرن که مشق نظام بهشون یاد بدن. این که بد نیست. اگه بدن بده من بابا جون. دست شما درد. بفرمایید مادر. بفرمایید مادر جون. اشرف. آقا بربا. چرا نگران داشتم؟ چرا نمیرسن؟ کارشون؟ آخ، ولی سر کارتون. چش هر باب. آن شنو بیاری نکردی. هر باب آب خیلی ضعیف میاد. خیلی خوب بگم دوستم تا زرش پرس اخی. چش هر باب. او مرا تونو میخوام همه جا آب بیاری باشه. چش هر باب. هر باب خیلی دلمون شور افتاده بود. خیلی خوب، چرا آقا چرا خاموشه؟ آخه خانوم فرمونمون نداده بود. آه خیلی خوب، بده من این فرمونسه. روشن کن، همه جا روشن کن. چش هر باب. این چراغم روشن کن. چش هر باب. قراره که نوبت خاموش باشه که. بله هر باب. سلام آقا جو. سلام آقا احسام. تو مایی درست مرش نداری؟ بله. بودو برسید درش پرسیم. چشم آقا جو. بودو حال آقا یا بیرون نشیدی؟ گفتم یا بیرون. همینجا جام خوبه. بذار به درد خودم بمیرم. بیا بیرون که بخت و اقبالت بلنده. بیا ناز نکن. ناز؟ منو ناز؟ نه اینکه خیلی ناز کش دارم و نازم هم خریدار داره. خریدار داره؟ به وقتش نازت هم میکشم. بیا یه کار دارم. یه خلق منو تایی نکن. شما استراحتتون رو بکنید. من جام خوبه. خودتون گفتی کارا رو که کردم. بیام تو پس تو خودم رو زندونی. حالا آقا میخواییم اختلاط کنیم. میای یا بزنم در بشکنم؟ شما عصبانی نشید. خودم میام. سلام. سلام. بیا برو صورت رو بشور. چشم. بیا پایین ده. خواب بیا. وای کی اونجایه؟ وای با توی مثل که حالی شد. میگم یه وقت جیغ نکشه. وای تو کی؟ من اینجا کاروانسرایه. سلام. مخلص علی خانمم هستین. باش خویه هنی بگو. پس کسی تو خلا نباشه. خلا اون چاک دهنته. گم شو برو در هری. ها چیه؟ دم در بگردی فرخ لغا. فقط یه خال کم داری که اونم مال این ورته. نکنه امیر ارسلان بیومده. با اسب بالدار بیومده. برو گورتو گم بکن وگرنه صدا میندازم سر ما. ها
همچین جیغ ها کشم که تا سیدی ما خبرش یک بیری بو گندو بار شدی آوی اونجا تو زدی کرده آره بس بگو پیشنابه داری کل کشیده ببارون زبون رو چیه از زورتون به زن میرسه ها شنیده بودم تو شهر نامرد پیدا شده حالا شناختم اتون کاشی که باتون رو سفره نکردم بزنیم به کوچه یالا بجان آه هری باشه به هم میرسیم داشته دام کن کنه سه باره بینیم بابا باره دیگه ماشالله ماشالله آخ کریم ماشالله به زور بازوات برات اسفند آتیش میزنه خوبه خوبه نمیخواست زبون بازی کنی فقط واسمان ناز میکردی ها مردم راست میگفتن نه والا دروغه دروغه باور کن به خدا چیه آشا میکنی؟ من که کارید نداشتم که من که خلاف شر نکردم که دو دف عقد شده همش دو دف ها دو دف چون پنهونی میامدن پیشه بعضی ها چو انداختن که لات لوتا شبا میان اینجا هر شب خدا این بدبختی رو داره نمیخوابم تا الای صبح بیدارم اینو میگیرم دستم که یه وقت نریزن سر چی کنم خب تهنایم سایه مرد رو سرم نیه یه روز میرزا رضا آمد نصیحتم کرد راستشو به شش گفته خیلی دماغ شد میگی نه از خودش ها پرس میدونی قول بشم داده یا شوورم بده یا از این شهر خراب شده ببره خلاصم کنه خیلی خوب خیلی خوب برو بگی بخواب من خودم صبح میام سراغت رختای تمیز بزن بپوش میخوام ببرمت فرمونداری خدا کنه خانم ازت خوشش بیاد ما رفتیم به سلامت خوشش میاد عالیه ها میگه ما اگه خوفت میاد خودم تا صبح بپا واسه راب بخندی زن نگو پنجه آفتاب من توی ترکه ای مرتب منظم ماشالله ماشالله وای 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 این مادام از فرانسه بلند شده اومده توی بیغوله تا کنار مردش باشه اومد تو هبه جونو من نق بزن که بچه تهرونی و ایجا دهاته خب رسا گرما تو هم نکن بیا بشین کنار خودم کارت دارم بیا من دو سال خانوادم رو ندیدم کمه دوباره نمیخوا خودت به مشمردگی بزنی فقط اینو بدون دیر یا زود این زن خاطر رو ببینه منو من به چه درد اون میخورم همینو بگو نمیدونیم حلقه های این زن چه پنجه هایی داشت از هر انگوش روش یه هنر میریزه همچی پیانو میزد که این ماشالله خانه خنگ همینجو چارشخ مونده بود پیانو خوشا به حال اون زن اون زن تنهاست مصاحب میخواد همدم میخواد قفلت بکنی میره با این زن ادارجاتی ها عیاق میشه که من نمیخوام اصلا تو بیا برو تهرون یاد بگیر ببین میز غذا رو چجوری تزیین میکنم یه چند تا غذا خوبم یاد بگیر چجوری میپزن چیکار میکنن چطوری درست میکنن این رخت لباس هم عوض کن لباس با به روز بخر خلاصه از این وضع و زاریات در بیا که من با این فرمانداره کارها دارم فهمیدم هرچی شما بگین آقا تو دلت غند آب میکنم خوبه 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 ببین من آقا من تا حالا نذاشتم این ماشالله خانه خنگ و اون داوود ساروز به فرماندار نزدیک بشن حالا مرزه خودتون نشون بده خب اینم چی کاره ای؟ خب اینم چند مرده حلاجی هی میگه بچه تهرونم بچه تهرونم بلدی این کارو بکنی یا نه؟ این بار اولیه که مثل یه شوهر از من کاری میخوای چشم قول میدم رو سپیدت کنم قول میدم